از دشمنی دست کشید، جان را جای خیش آورد و با آنان عهد همکاری بست تا بر مسلمانان پناهنده به کوهستان سخت بگیرند، با ایشان داد ستد نکنند و هر کرا به آنان آزوه برساند کیفر دهند. چه شبها که خود بر راه بیابان می نشست تا راه آزوغه پنهانی را از پناهگاه مسلمانان بگرداند. روزی دیگر سران قریش را به کشتن پیامبر هم داستان کرد و به رأی او از هر خاندان مردی برگزیده شد تا نیمه شب به خانه پیامبر شبیخون زنند و جانش را بگیرند. روز دیگر نیز بعد از آن که پیامبر از توطئه قریش به تقدیر پروردگار گریخت و راهی مدینه شد، سپاهی گران تدارک دید و در کنار چاه‌های بدر چه غوغا که برپا کرد و خود نیز بر سر این سودا جان باخت. اکرمه در بدر همراه پدر بود و مرگ پدر را با چشم دید، پس تاج ابو جهلی را که بر زمین بدر به خاک و خون آلوده شده بود به میراث از پدر به مکه برد و خود بر سر نهاد. بعد از آن روز اکرمه از امیران لشکر قریش بود، هر جا و هر بار که نزاعی پیش می آمد گاه فرمانبران او جبهه راست لشکر بودند و گاه جبهه چپ. در هم حال اما اکرمه بود که یاد پدر را در خاطر دوست دشمن زنده می کرد. عروس ابو جهل و همسر اکرمه مقابل پیامبر به انتظار نشسته بود و لحظه های بس دشوار را سپری می کرد.